یه یک ماه پیش یه تصویر تو فضای مجازی دست به دست شد، خیلی هم خفن بود. مرد چاقو به دست ایشونه. چند فقره بوده؟ شش فقره. جناب سرگون عزیز چند فقره بوده؟ عرضم به خدمت شما که اینا حدودا 80-90 فقره سرقت دارن. 80-90 فقره؟ که شیوه قاپیدن، جایی هم که موفق نمی شدن از سلاح صد چاقو در می آوردن استفاده می کردن. عجب هم که روز روشن این کارو می کردن، یعنی اینقدر جسارت اینا رفته بالا. همشون سابقه کیفری دارن، یا رضایت شاکی گرفتن یا ضمانت گذاشتن یا مجازات کشیدن اومدن بیرون. سردسته باند فقط 4 فقره سابقه محکومیت کیفری داره که با وثیقه و اینها آزاده، بعض سوابق متعدد یا پرونده‌های باز دیگه هم ایشون داره توی مراجع مختلف قضایی. داشتم کار میکردم با گوشی، شیشه ماشین متأسفانه پایین بود. این همه پلیس تو... میگه شیشه رو بده بالا. یه بار شد منم زدم، یه اومد گوشی رو زد، ما آوش گفتیم دنبالش نتونستیم بگیریمشون. بعد من رفتم دنبالشون، موتورشون رو گرفتم و اینا پیاده شدن، چند ضربه چاقو تونست شناسایی قهوه چاقوار اونجا نفر دومی اون زد. شناسایی شدن الان دیگه، یه عصب رادیال داشته هستم که پاره شده، الان شاید 3 سال طول بکشه تا شاید خوب شه. تعدادم بهشون زنگ زدیم که بیان، تشریف نیوردن. حالا یه زنگی بزنیم ببینیم که جریان از چه قرار بوده. ایشون دستشون آروم داخل ماشین کردن و اینکه گوشی رو از روی پای من از ما بین دستان کشیدن و به همراه موتوری فرار کردن. من که اصلا دیگه شیشه ماشین که چرت کنم دیگه، درار رو قفل میکنم. انتظار مردم اینه که برخوردها با این افراد تشدید بشه. امنیت مردم رو خاطره بندازن، سرقت بکنن، زورگیری بکنن، با سلاح سرد مردم رو دنبال بکنن. این فیلمی که منتشر شد به شدت احساسات مردم رو جریحه دار کرد. افراد متفاوتی با خود من تماس گرفتن، جلمند بودن، ناراحت بودن، حتی خانواده دیده بودن، وحشت کرده بودن از این وضعیتی که ایجاد شده بود. لذا اینا فکر نکنن که به این راحتی میتونن از دست قانون بگریزن و حتما به شدیدترین وجه با اینا برخورد خواهد شد و باید تاوان این کاری که انجام دادن بدن. دیگران هم بدونن پلیس و دستگاه قضایی شبان و روز تلاش خواهند کرد و اجازه نخواهند داد در واقع اتفاقات اینطوری در شهر تهران بیفته. بحث مالخرها اگه به این موضوع بیشتر توجه بشه و جلو این کار گرفته بشه، شاید دیگه شاهد این گونه سرقت ها نباشه.